مسای دکتران بدون سرحد میگوید که حمله بر شفاخانه آنان در شهر قندوز حمله بر کنوانسیون جینوا است چون به با باور آنان در این حمله سرپیچی از حقوق بشری صورت گرفته است گلهن مولین رئیس این مؤسسه روز پنجشنبه در کابل گفت که در شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز مخالفان مسلم موجود نبوده و از آن به حیث سنگر استفاده نشده است آن اظهارات که گفته شده از شفاخانه به طور منظم به حیث پایگاه استفاده می شد به اساس و به طور کامل نادرست است این حمله با وجود هماهنگی با نیروهای اطلاف و مسئولین نظامی و ملکی افغان از طریق جی بی اس صورت گرفته است با آنکه آقای مولن حضور طالبان و مجروح مسله را در این شفاخانه رد و یا تایید نکرد اما گفت هر فردی که به حالت زخمی به شفاخانه دکتران بدون سرحد منتقل شود بر بنیاد اساسنامه دکتران بدون سرحد تحت تداوی قرار می گیرد این در حالی است که در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای بین المللی به روز و شنبه بر یک شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز 22 تن کشته شدند رئیس مؤسسه دکتران بدون سرحد در کابل میگوید که 12 کارمند و 10 مریض شامل کشته شدگان بودند و به شمول 19 کارمند این شفاخانه 32 تن زخم برداشتند و شماره هم لادرک شدهاند. امسف یا مسه دکتران بدون سرحد فعالیتشان را در سال 1980 در افغانستان آغاز نموده و در سال 2011 میلادی یک بخشش را در ولایت قندوز ایجاد کرد اما پس از این حمله فعالیت شفاخانه بدون سرحد در قندوز متوقف شده و گفته شده تا طرف های درگیر جنگ اطمینان حفظ جان کارمندان این مؤسسه را تضمین نکنند فعالیتشان را در این ولایت آغاز نخواهند کرد این در حالی است که بارک اوباما رئیس جمهور امریکا با رئیس مؤسسه خیریه دکتران بدون سرحد صحبت تلفونی کرده و به خاطر حمله بر شفاخانه این مؤسسه در شهر قندوز مزرت خواسته است در این حال رئیس عمومی مسه دکتران بدون سرحد از کمیسیون حقیقتیاب بین المللی خواست تا بررسیاش را در این خصوص به گونه مستقلانه و طرف انجام دهد ده